نسبت حجمی ما برای این که هیچ وقت فراموش نکنید، حجم اولش از ه استفاده شده، 73 هم اولش از حرف هفت یا حرف ه استفاده شده. پس اگر بخواید اشتباهی رو هیچ وقت نداشته باشید، نسبت حجمی 73، نسبت حجمی 73. وقتی که 73% آب بشه، خب مشخصه باقی ماندهش تا بخواد به 100 برسه، 100% برسه چی میشه؟ اسید میشه. باقی ماندهش میشه چقدر؟ میشه 27. پس مقدار اسید ما میشه 27%. نسبت وزنی این هم دیگه در خاطر داشته باشید که 73 63 63% اگر آب بشه مقدار اسید ما میشه 37%. خیلی وقتا توی امتحان این سوال اومده، اما بچه ها نسبت حجمی و نسبت وزنی رو با هم دیگه اشتباه گرفتن. برای که شما اشتباه نگیرید، حجم 73% آب و نسبت پیمانه‌ای هم که گفتیم 3:1. زمانی که ما میخوایم آب اسید رو با هم دیگه مخلوط کنیم، دقت کافی باید داشته باشیم در زمان آمیختن این دو مایع. اگر شما توی منزل خونه دقت کرده باشید، زمانی که دارید یک روغن رو از روغن استفاده میکنید، خصوصا روغن سرخ شده، اگه قطره آب بر روی این روغن بریزه، تمام این آب دوباره برمیگرده بیرون و با صدای خیلی جلز بلز و ممکنه که باعث سوختن دستبل شما بشه. حالا شما پس نتیجه میگیرید که آب روی روغن نمیتونید بریزید. دقیقاً در آب اسید هم همین اتفاق میفته و اون این است که شما هیچ وقت آب رو بر روی اسید نباید بریزید، وگرنه تمام اسید داخل ظرف پاشیده میشه بر روی صورت و لباس شما و احتمال آسیب دیدنتون بسیار زیاد هست. پس دقت داشته باشید که همیشه چی؟ باید اسید روی آب ریخته بشه، نه اینکه آب روی اسید. برای اینکه یادتون نره، مثال روغن رو هیچ وقت فراموش نکنید. میبینید که اسید رو توسط یک قیف وارد آب مقطر کردن، نه حالت ریزش داشته باشه نه حالت چیز دیگه، بلکه به روی آب اسید ریخته میشه. دقت هم داشته باشید زمان مخلوط کردن، زمانی که دارید اسید رو به آب مقطر اضافه میکنید، باید با یک تیکه چوب یا یک تیکه شیشه محلول شروع کنید به هم زدن. چرا؟ چون زمانی که این دو مایع با هم دیگه مخلوط میشن، گرمای خیلی زیادی رو از خودشون تولید میکنن که شما باید با هم زدن اون محلول آب اسید باعث خنک شدن مایع بشه. بعد از اون میرسیم به مطلبی به نام چگالی دمای آب ما. البته قبل از این مسئله دقت داشته باشید که آبی که شما اینجا استفاده میکنید حتما باید آب مقطر باشه، یعنی آبی که دارای املاح نباشه. شما میتونید آب مقطر رو به انواع روش‌های متفاوتی به دست بیارید. اولین کار این که میتونید از دستگاه آب مقطرگیری استفاده کنید. در صورت که این دستگاه وجود نداشته باشه، شما میتونید آب مقطر از فروشگاه خریداری کنید. نبود، شما میتونید از آبی که کاملا جوشیده باشه و خنک شده باشه استفاده کنید، یا اینکه از برفک یخچال استفاده کنید، اونو آب کنید و به عنوان آب مقطر استفاده کنید، یا از آب بارون و برف در صورتی که هوا آلوده نباشه میتونید جمع کنید، بذارید یکی دو ساعت یه جا بمونه، املاحش که کاملا فروکش کرد، بعد از اون آب به عنوان آب مقطر استفاده کنید. در صورتی که از آب معمولی استفاده کنید، آب معمولی دارای املاح هست که ما میدونیم بیشترش از گچ و چیزای دیگه تشکیل شده که باعث خرابی صفحات مثبت منفی شما میشه.
وقتی که ما آب اسید رو با هم دیگه مخلوط میکنیم باید یک مقدار یا یک درصد کلی برای ما به دست بیاد. چگالی آب اسید در دمای 15 درجه برابر 1.28 گرم بر سانتی متر مکعب یا به عبارتی 1280 کیلوگرم بر متر مکعب است. حالا اگر که دمای محلول الکترولیت ما کم یا زیاد باشه، این عدد که نشان دهنده مخلوط سعی آب اسید هست برای ما تغییر میکنه، یعنی چگالی آب اسید ما تغییر میکنه. به چه صورت؟ در صورتی که ما به طور مثال هر 1.5 درجه اضافه یا کمبود دمای محیط اطراف رو داشته باشیم، 1/1000 از عدد چگالی ما کم یا زیاد میشه. به طور مثال شما اگر در دمای 18 درجه باشید، در شهرستان هستید که دمای هوای اطراف شما 18 درجه است، از 15 درجه که وجود داشت 3 درجه چی الان بیشتر هست، یعنی 2 تا 1.5 درجه، درست؟ پس بنابراین 2/1000 از مقدار چگالی اصلی شما کم یا زیاد میشه. به چه صورت؟ اگر حرارت زیاد بشه چگالی شما کم میشه. منظور این است که چگالی شما نه اینکه کم میشه، بلکه عدد کمتری رو در اینجا شما اگر داشته باشید، یعنی که آب اسید شما درصد خیلی خوبی با همدیگه تنظیم شده و چگالی کافی رو برای راه اندازی باتری شما داره. پس اگر شما در شهرستانی هستید که دمای هوای شما 15 درجه است، باید عدد 1280 یا 1.28 رو به عنوان چگالی آب اسید خودتون در نظر بگیرید. اگر شهرستانی هستید که دمای هوای اطراف شما 18 درجه است، باید چگالی 1.278 رو برای خودتون در نظر بگیرید به عنوان چگالی اصلی آب اسید. حالا به همین نسبت اگر که درجه حرارت کمتر بشه، مقدار عدد چگالی شما بیشتر میشه. اگر حرارت بیشتر باشه، عدد چگالی شما کمتر میشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.